بفرمایید. من سلام شب بخیر خدمت همگی دوستان، در خدمتتون هستم. آقای مجری توضیحات دارید بفرمایید. به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت همگی دوستان. بازی بسیار خوبی بود. ما میتونستیم در هم نیمه اولا به گل برسیم. چندین موقعیت ایجاد کردیم. متأسفانه موقعیتام استفاده نکردیم. نهایتاً در نیمه دوم به گل رسیدیم و سعی کردیم که بازی مدیریت کنیم و سه امتیاز بازی رو به دست بیاریم. و تبریک میگم به بازیکنانم بابت این برد. و تبریک ویژه میگم برای اینکه تیمم تو سه بازی گل نخورده و گل نخوردن یکی از اصولی بودش که ما دنبالش بودیم. سوالی هست در خدمت دوستان بپرم. آقای تراپور از کیان پرسیدن که چند هفته از لیست گذشته استقلال خیلی لازم تاکتیک شد، بچه‌ها با هم هماهنگ نیستن. آیا تیم به ثبات میرسه؟ برنامه خاصی داری برای بازی رو؟ آنلاینه. کنفرانس آنلاینه؟ بله. نه، به طور زنده نیست. به طور زنده نیست؟ نه. نه، امروز اینجوری شده اون روی فرق که بله بفهم. در مورد سوالتون، خب اون مسابقه قبلی هم گفتم توقع از تیم و بازیکنانم بالاست و مطمئن باشین هر چی از لیگ بگذره تیم ها هماهنگ‌تر خواهد شد و بازی های زیباتر به نمایش خواهد گذاشت. از سوال دوم هم آقای عزیزی هم ورزشته پرسیدن که فولا داره رضایی رو میخواد، شایعه هم شده که با آقای مزاری هم صحبت کرده. شما نهایتا برای گلرها چه تصمیمی دارید؟ من به باشگاه اعلام کردم به هیچ عنوان اجازه جدایی به آقای علیرضا رضایی نمیدم. گلر بسیار جوونیه. قبلا هم گفتم به نظر من میتونه 10 سال گلر تیم ملی باشه. به هیچ عنوان اجازه نمیدم. در مورد بازیکن‌های دیگه با باشگاه میتونیم صحبت کنیم. آها. دوستان شما اینکه وضعیت لیست استقبال چطور شد با توجه به آقای جستری اومدم به استقبال، قرار کسی از لیست خارج بشه یا نه؟ هر اتفاقی بیفته شما را از طریق رسانه باشگاه در جریانتون میذارم. بله خب گفتم قبلا. آقای مجید استخانی کنم، آقای یزدانی مسئول شدن. شما چرا خوش قایم شدن؟ من نه، چون اینجا باکسیفون هست قایم نشیم. آقای یزدانی وضعیتشون چطوره؟ مسئولیتشون چیه؟ نه نه، مسئول خاصی نبود، فقط نخواستیم زیاد مسئولیتش بیشتر بشه، به خاطر این تعویضش کردیم. مشکل خاصی نداره. ممنونم، مرسی. سوالی دیگه هست آقای؟ شما 8 سال و یه روز پیش، حکیمی هستم از فوتبال، 8 سال و یه روز پیش تو همین ورزشگاه فوتبال خودمیزی کردی. دوست دارم بدونم که تو این 8 سال چقدر اون مسیری که دوست داشتید رو طی کردی. تو این روزی که شاید برای دومین بار تو تاریخ دیگه برتر استقلال تونسته سه برد و پایتون به دست بیاره و گلی نخورده و دوست دارید به کجاها برسید؟ والا خب هر بازیکن یا هر مربی اهدافی توی ذهنش داره. من هم هدفهای بزرگی تو مربیگری دارم. برات میدونم که برای رسیدن به هدفام باید خیلی تلاش کنم، خیلی مطالعه کنم، خیلی کلاسای خوب برم. اهداف بزرگی دارم و میتونم تمام چیزی که بگم اینه که تمام تلاشمو برای رسیدن به هدفام میکنم. امیدوارم که بتونم تو عرصه مربیگری به هدفی که تو ذهنم برسم. اصلا من دیگه اصلا تبریک میگم بارتون اومدید. تیم طرفدارا سه بازی که استقلال داره میبره و دو امتیازی هست. هواداران خیلی امیدوار هستن به این تیم با قدر مدیریتی که وجود داره. امیدوارم که امسال استقلال بتونه قهرمانی رو به دست بیاره. حالا خودتون با توجه به شرکت تیم تا الان داشته، حالا بازیای خلاصه لیگو داری دنبال میکنید، فکر کنم چقدر به این هدف نزدیک هستید؟ نکته خوبی گفتین. من یه تشکر ویژه میکنم از مدیریت باشگاه که میتونم بگم که تمام مسائلی که بالاخره تو این چند وقته مشکلاتی که بود باشگاه به حد اول رسونده و خیلی به ما کمک کرده که بچه‌ها با شرایط روحی روانی خوب وارد مسابقه بشن. من قبلا هم گفتم به هواداران استقلال قول میدم که همه تلاشمون میکنم که استقلال تیمی بشه که در قواره نام بزرگ تیم استقلال بازی کنه، فوتبال بازی کنه که هواداراش لذت ببرن. بازیکنایی که دارم این توانا دارن، این کیفیت رو دارن و فقط باید بیشتر کار کنیم، زحمت بکشیم، بتونیم اون فوتبالی رو بازی کنیم که هواداره استقلال دنبالش هستن و من فکر میکنم به این ایدهی که تو ذهنم هست میرسم. ممنون. ممنون.